بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در قسمت انتیبیوتیک های نحیه کننده سنتز دیوار حجروی رسیده و هر یک از این وانایی که به شکل بزرگ می باشه را باز به چندین لکچر تقسیم میکنیم. در لکچر اول یا در قسمت اول شما در مورد اساسات تداوی با انتیبیوتیک ها خوانده بودین و هم از قسمت اول که لکچر را باز به دوی سه تقسیم میکنیم حالا هم از قسمت انتیبیوتیک های نحیه کننده سنتز دیوار حجروی شروع میکنیم. خب ببینید، درباره خود دیوار حجروی باکتری ها را که ما میفهمیم، باکتری ها داره یک دیوار حجروی هستند که این دیوار حجروی باکتری ها را از صدمات بیرونی محافظه میکنن. پس از این قسمت شروع میکنیم که معلومات عمومی اول در مورد خود از اینا میخوانیم که بعضی انتیبیوتیک ها به صورت انتخابی سبب نحی سنتز دیوار حجروی میشود. خیلی اول درباره خود دیوار حجروی جا برای شما معلومات میتیم. شما ببینید که در مورد باکتری ها را شما ببینید، گرام پوزیتیو باکتری ها، گرام نگتیو باکتری ها، باکتری های گرام مثبت و باکتری های گرام منفی. اینجا هم در مورد چیشون گپ زده؟ دیوار حجروی باکتری ها گپ زدند که باکتری ها دارای چی بودند؟ دارای یک دیوال حجروی هستند که این دیوال حجروی در باکتری های گرام منفی 4 طبقه است، یعنی در بیرون خود یک کپسول داره که جن آمده، بعد از او سل ممبران است، بعد از او طبقه چی بودند؟ پپتاید و گلایکان می باشند و مثل این جواره در بیرون می تانه که یک کپسول باشه است، طبقه پلازما ممبران یا سر ممبران یا پپتید گلایکن که در باکتری های گرام مثبت شد که 3 طبقه. اما در باکتری های گرام منفی همین قسمت 4 طبقه میشه. در بیرون یک کپسول داره، با سل ممبران داره، باز از پپتید گلایکن داره، باز از اوتر ممبران یعنی غشای سایتوپلازمی که دیگه هم دارن در بیرونشان یا اوتر ممبران اینا رو یاد میکنه. خیلی باکتری های گرام منفی 4 لایه داشتن دیوار حجرویشان، باکتری های گرام مثبت 3 لایه داشتن. پس از اینجا که معلوم میشه 4 لایه داره، یعنی انتیبیوتیک ها بالای گرام منفی ها خوبتر تاثیر نمیتونن یا گرام منفی ها در برابر انتیبیوتیک ها مقاومت نشان میده. چرا باید مقاومت نشان میده؟ به خاطر که اینا طبقاتشان زیادتر است. های انتیبیوتیک ها به صورت انتخابی سبب نهی سنتز دیوار حجره باکتری ها میشون. دیوار حجره متشکل از یک پولیمر است که به نام پپتید گلایکان یاد می شود. خیلی یک پولیمر است که به نام چی یاد کردیم؟ پپتید گلایکان. که ای پپتید گلایکان را که شما در اینجا می بینین، ای پپتید گلایکان متشکل از گلوکوز یا شوگر و امینو اسید ها می باشند. یعنی در تشکل از ای پپتید گلایکان، پپتید ها یا ما می گیم که مولکول های پروتینی که امینو اسید ها هستند و گلوکوز یعنی شوگر در چی شده؟ در اینا سهم گرفته و یک ساختمان یا یک لایه در باکتری ها تشکیل دادن. خب در مورد از یه دواهایی که نحیه کننده سنتز دیوار حجروی هستن، اول از قسمت پنسیلین ها شروع میکنیم. پنسیلین ها اول در موردش باید بفهمیم که اینا خود ساختمان اساسی پنسیلین ها متشکل از یک غشای 4 لایه بیتالکتام است. یعنی اینا هم چی هستن؟ بیتالکتام است. یعنی انتیبیوتیک های چی می باشن؟ بیتالکتام. که بیتالکتام باز با شما میگیم که چی هست؟ که زنجیر تیازولیدین و زنجیر آر وصل می باشن. این در مورد ساختمان کیمیاویش هم گفتن که برای ما مهم است. ما همه خشب بفهمیم که اینا چی هستن؟ بیتالکتام هستن. دیگه شما سعی کنیم که حلقه بیتالکتام ایجا برمان نشان داده و ای هم همون بقیه آرشان است که با نظر به وصل شدن همی حلقه آر یا همی بقیه آر که دیگه هستن با آرها یعنی همی بقیه ها تغییرات برش وارد میشه و انتیبیوتیک ها چی میشدن؟ پنسیلین ها نامشان باز به شکل تغییر میکنن. ببینید اینجا حلقه به بیتالکتام برمان نشان دادن که ساختمان خود چی هست؟ پنسیلین است. خانواده این گروپ دوایی نظر به زنجیر آر متفاوت است. خیلی تفاوت از اینا ما نظر به چی فهمیدیم؟ زنجیر آر. گفتیم که آر تغییرات میه، باز انتیبیوتیک های گروپ تغییر میخورن.
طیف تاثیر مقاومت در مقابل اسید میده و اساسیت برای از بین بردن باکتری ها مربوط به زنجیرهای اطراف آنتی بیوتیک میباشند. یعنی همین زنجیرهایی که در اطراف آنتی بیوتیک گفتیم، این شکل این زنجیرها یا آر را که یاد کردیم. طیف تاثیر چی معلومه؟ طیف خود در لکچر اول ما شما خواندیم، اما وسعت تاثیر یا نواحی تاثیر که گفتیم هر قدر طیف تاثیر بزرگ باشه، اما اندازه آنتی بیوتیک خوبتر تاثیر میکنن و مقاومت در مقابل اسید و اساسیت برای از بین بردن باکتری ها هم مربوط به چی بودن؟ همو زنجیرهای اطرافشان است. یعنی تغییرات در زنجیرهای کیمیایی یا در بقیه آر کیمیایی با آنتی بیوتیک های گروپ نامایشان تغییر میده و همین شکل امی آر نشان دهنده طیف تاثیر و مقاومت و حساسیت در مقابل آنتی چی میباشن؟ باکتری ها میباشن. خب در این قسمت رو شما ببینین که درباره بیتالکتام آنتیبیوتیکس گفتن که بیتالکتام وقتی ما میگیم که آنتیبیوتیک های بیتالکتام چی مانامته؟ پیشتر گفته بودم که پنسیلین اول میبینیم. یعنی اینا در حلقه خود در گروه خود دارای یک حلقه بیتالکتام است، از خاطر ما اینا رو میگیم که بیتالکتام آنتیبیوتیک ها یاد میکنیم. خب بیتالکتام آنتیبیوتیک ها را سعی کنید اینجا نشته کرده که بیتالکتام رنگ است، یعنی حلقه بیتالکتام این قسمت حلقه بیتالکتام شد. باید از او تیازولیدین رنگ است که گفتیم که در تشکل اینا یک حلقه تیازولیدین هم سهم گرفته، که این حلقه تیازولیدین است که ضرور نیست که ما ساختمان ها را یاد کنیم، صرفا باید بفهمیم که آنتیبیوتیک های بیتالکتام چی است. بعد از اوی جده باره یک انزایم گفت زدن که بیتالکتام هست، پس شما سعی کنین در ساختمان پنسیلین ها یک حلقه وجود داره به نام بیتالکتام و این جده باره یک انزایم ما گفت زدن که به رنگ سرخ نشان دادیم بیتالکتام هست میگن. خیلی بیتالکتام هست چی کار میکنن؟ بیتالکتام هست باکتری ها تولید میکنن و ای بیتالکتام هست سبب تخریب حلقه بیتالکتام میشه. وقتی که حلقه بیتالکتام تخریب شد، باکتری ها در برابر امو انتیبیوتیک مقاومت ایجاد میکنن یا مقاوم میشه و انتیبیوتیک بالای از گروه باکتری ها تأثیر نمیتونن. خب یه سفالوسپرین هست که باید در لکچر دیگه است که باز اینا رو در قسمت میخوانیم. ما درباره پنسیلین هایی میخوانیم. خیلی جفا میدیم پنسیلین ها حلقه بیتالکتام دارن و چی وقت پنسیلین ها بالای باکتری ها بالای پنسیلین مقاوم میشن یا مقاومت بین باکتری و پنسیلین ایجاد میشه؟ وقتی که باکتری های بیتالکتاماز تولید میکنه، بیتالکتاماز میای حلقه را تخریب میکنه، این حلقه هنگامی که تخریب شد آنتی بیوتیک خوب تاثیر نمیتونن. و هم در اینجا ببینیم بیتالکتام آنتیبیوتیک ها رو نشان داده که در اینجا در این قسمت آمده که بیتالکتام رنگ رو برای ما نشان دادن یا حلقه بیتالکتام رو اینجا نشان دادن که این شکل است. میگن که بیتالکتام آنتیبیوتیک که ما یاد میکنیم، یعنی آنتیبیوتیک های بیتالکتام، وقتی یاد میکنیم اینا را که اینا یک حلقه بیتالکتام در ساختمان مولکولی خود داشته باشن. یعنی وقتی که یک حلقه بیتالکتام به این شکل، وقتی که یک حلقه بیتالکتام به شکل در ساختمان اینا موجود باشه، اینا رو ما به نام آنتیبیوتیک های بیتالکتام یاد میکنیم. خب پنسیلین ها شامل کدام گروه ده هستن؟ یعنی دواهایی که ده ایجه هستن اینا کدام ها هستن؟ اموکسیسیلین، امپیسیلین، دیکلوکزاسیلین، نفاسیلین، اوکساسیلین، پنسیلین جی، پنسیلین وی، پیپراسیلین، تیکارسیلین. اینا چی بودن؟ اینا آنتیبیوتیک های هستن که در گروه پنسیلین شامل است. خب در مورد میکانیزم تاثیرشان خیال میگیم. میکانیزم تاثیر پنسیلین ها چی است؟ پنسیلین ها را میگن با مرحله اخیره سنتز دیوار حجروی باکتری مداخله میکنن. یعنی باکتری ها میخواین که دیوار حجروی خود بسازن، اما پنسیلین ها میاین بالای اینا وصل میشه و سنتز از اینا را نحیا میکنن. خب دیگه شما ببینین اینی جه برای ما نشان داده، یک تا پنسیلین نشان داده و ایرم یک دانه باکتری را نشان داده. در این تصویر شما میبینین که یک پنسیلین بایندینگ پروتین که دیگه پی نوشته کردیم، این در اینجا شما ببینین، اینی را پنسیلین بایندینگ پروتین را شما ببینین در این قسمت.
ای پنسیلین بایندینگ پروتین شما ببینین که رول از این خود پنسیلین بایندینگ پروتین ای است که در ساختن دیوار حجروی باکتری ها را کمک میکنه، که اینجا هم نشته کدر که سل وال سنتزیز، یعنی ایمی انزایم پنسیلین بایندینگ پروتین میایه و سبب میشه که دیوار حجروی باکتری ها را ترکیب کنن. خب بعد از او در مرحله دیگه شما سعی کنین که خود از این پنسیلین ها را برای ما نشان میتن که این پنسیلین ها میایه با ترانسپپتایدیشن، یعنی می خود رول از این چی بود؟ در رول از این پی بی پی ترانسپپتایدیشن هستن، یا میتونیم بگوییم که رول از اینا خود اضافه کردن یا تولید سنتز دیوال حجروی یا ساختن دیوال حجروی باکتری هاست. این میایه با امی ساختن دیوال حجروی باکتری ها مداخله میکنه. چگونه مداخله میکنه؟ ایمیایه با چی وصل میشود؟ با امی انزایمی پروتین با پنسیلین بایندینگ پروتین اینا میاین وصل میشن. وقتی که ای با ای وصل شد، در این قسمت شما سعی کنین که سنتز دیوال حجروی در خیلی چی میسازن؟ حالا بلاک میسازن. سنتز دیوال حجروی چی شد؟ بلاک شد. خیلی به این شکل باکتری حالا چی میشن؟ تخریب میشن و از بین میرن و یه انتیبیوتیک میای بالا اینا تاثیر میکنه، باکتری را از بین بردن، یعنی دیوال حجرویشون چی ساختن؟ تخریب کردن و از لحاظ آزموتیکی اینا را چی ساختن؟ انستیبل ساختن یا بی‌ثبات ساخت. خب حالا اینجا را میبینیم خود میکانیزمی که دیگه چی گفتن، میگن پنسیلین با مرحله اخیر سنتز دیوال حجروی مداخله میکند. از آنجایی که ساختمان پنسیلین ها مشابه و قسمت اخیر بازوی پپتید گلایکان می باشند، یعنی ساختمان از اینا قسم ساخته شد که مشابه و قسمت اخیر بازوی پپتید گلایکان بود، یعنی در مرحله آخر اما پپتید گلایکانی که است اون را تخریب میکنن، خود مشابه همون ساختن، که در این صورت پنسیلین ها جاگزین از این انزایم پی بی پی یا پنسیلین بایندینگ پروتین میشن. خیلی اینا چی شدن؟ جاگزین از این انزایم شدن. از این سبب دیوار حجروی باکتری ها ضعیف شده، دیوار حجروی خیلی ساخته نشد، دیوار حجروی ضعیف شد، آزمولودیتی شان انستیبل شدن و منجر به مرگ باکتری میشن. بنابراین تاثیرات پنسیلین در گروه باکتریسیدال که روز پیش خوانده بودیم که باکتریسیدال از بین برنده یا کشنده باکتری ها میباشن، که اینا میتونن باکتری ها را از بین ببرن و تخریب کنن. یک نوعشان باکتریستاتیک بود که از نشونمایشان توقف میکرد، نشونمای باکتری ها رو توقف میداد. باکتری سیزل چی کار میکردن؟ باکتری ها رو از بین میبردن و تخریب میکردن. چی بود میکانیزم تاثیر؟ خیلی به صورت خلاص میکانیزم تاثیرشون این تو گفتم میتونیم که پنسیلین ها میاین با امی انزایم پی بی پی یا میاین جاگزین از انزایم میشه یا با جای از انزایم وصل میشن. رول از انزایم اصل چی است؟ رول از انزایم سنتز دیوال حجروی است. وقتی که پنسیلین میای با وصل میشن، با یعنی بجای از او قرار میگیره یا با او وصل میشه، سبب میشه که امو کار از او سنتز دیوال حجروی سمون را نهی کنه. وقتی که نهی شد دیوال حجروی ساخته نمیشه. هنگامی که دیوال حجروی ساخته نشد، سبب لایز یا تخریب چی میشن؟ اینا باکتری میشن. اینی چی بود؟ میکانیزم تاثیرشان بود. تایف تاثیر انتیبیوتیک ها، یعنی تایف تاثیر انتیبیوتیک ها چی مانو میدادم و وسعت تاثیرشان. تایف تاثیر پنسیلین های متعدد از طریق عبور از دیوال حجروی پپتید گلایکان ها و رسیدن به مو پی بی پی یعنی مو انزایم در کدام فضا؟ در پیری پلازمیک سپیس. پیری پلازمیک سپیس رو ببینین در تصویری که قبلا در مورد خود از باکتری ها خواندیم، یک فضا یا یک خالیگاهی را که ما میگیم در خود دیوال حجروی را به نام چی یاد میکردیم؟ پیری پلازمیک سپیس یاد میکردیم، که این قسمت ها میاین و این یک فضای خالی هستن، فضای در دیوال حجروی باکتری ها هستن. خب تایف تاثیر پنسیلین ها مربوط به چی بودن؟ عبور از دیوال حجروی باکتری ها هست، یعنی اینا دیوال حجروی باکتری ها عبور میکنن. دیوال حجروی باکتری ها از چی ساخته شدن؟ از پپتید گلایکان ساخته شدن، یعنی اینا از پپتید گلایکان عبور میکنن. وقتی که از پپتید گلایکان عبور کردن، اینا به کدام انزایم خود میرسانن؟ به پی بی پی اس یعنی پروتین پنسیلین بایندینگ پروتین ها میاین، جاگزین از اینا میشن. وقتی گفتیم جاگزین از اینا شد،
اینا یا همی انزایم ها که رولشان سنتز دیوال است اونا کار خود رو اجرا نمیتونن، این پنسیلین در جایشان میاین و این سبب میشه که دیوال حجروی رو تخریب کنه و از پیشرفت دیوال یا ساختن دیوال حجروی توقف کنه و سبب لایز و تخریبی باکتری میشن. فاکتورهایی که سبب مشخص شدن حساسیت پی بی پی به آنتی بیوتیک ها میشود مربوط به فاکتورهایی که حساسیتشان زیاد میکنن، مربوط به خود از جسامت چارج و خاصیت هایدروفوبیسیتی آنتی بیوتیک های مشخص بیتا لاکتام میباشد. خاصیت هایدروفوبیسیتی یعنی خاصیت رپل کردن آب میباشن، رپل کردن یعنی رد کردن آب میباشن. خب یکی هایدروفیلیک داشتیم که اونا آب دوست بود، هایدروفوبیسیتی که اینا آب از خود دور میسازن. خب بعد این قسمت ها شما ببینین باکتریال سل وال برای ما نشان دادن، یعنی دیوال حجروی باکتریا ها رو نشان دادن، یا اوتر ممبران نشان شدن، شای خارجی این پپتید گلایکان است، این قسمت پیریپلازمیک اسپیس است، یعنی پیریپلازمیک اسپیس که شما میبینین امی بیتا لاکتاماس ها در کدام قسمت قرار داشتن؟ در قسمت همی پیریپلازمیک اسپیس قرار داشت، یعنی یک انتیبیوتیک باید بیا یا این قسمت ها رو عبور کنه تا خود به ای برسانن، تا این قسمت باید خود برسانن قبلا که تشریح کرده بودیم. و ای هم سایت پلازمیک ممبران است. پس شما ببینین اینی را ما میگیم که یک باکتری گرام منفی است. چرا باکتری گرام منفی است؟ به این خاطر که یک اوتر ممبران داره و در بیرون هر دو باکتری در تصویر در تصاویر نامده این شکل یک کپسول است. هم گرام مثبت یک کپسول دارن، باکتری های گرام منفی هر دو دارای یک کپسول میباشند. پپتید گلایکان اف گرام پوزیتیو اس مور تیکر، یعنی پپتید گلایکان گرام مثبت ها چی بودن؟ زخیم تر بودن و در اینجا که پی بی پی خلاصه شد نشته کردن پنسیلین بایندینگ پروتین ها را نشان دادن این قسمت و اینا را میگن که اسنشال فور پپتید گلایکان سنتیزیز، که برای سنتیز پپتید گلایکان یا ترانس پپتید از اکتیویتی بسیار چی میباشن؟ مهم میباشن. سایت اف بیتا لکتام درگ بایندینگ و امی تارگت اف درگ اکشن، که در مورد تارگت اف درگ اکشن که هدف تأثیر یا ناهی تأثیر دوار اینا نشان می دادن. خیلی در مورد باکتریال سل وال فا می دیم که غشای خارجی داشت، باکتریال سل وال گرام منفی ها غشای اوتر ممبران داشتن، پپتید گلایکان داشتن، سایتوپلازمیک ممبران داشتن و درباره از این که قبلا گفتیم پیریپلازمیک اسپیس در این قسمت قرار دارن، در این پیریپلازمیک اسپیس چی قرار داشتن؟ انزایم بیتا لاکتاماز قرار داشت. باکتری میاد جبر میکنه با انزایم وصل میشه و مانع سنتز چی شدن؟ دیوار حجروی باکتری ها میشن یا دیوار حجروی باکتری ها رو اینا چی میسازن؟ نهی میکنن. خب بازم اون میکانیزم تاثیر بازیش رو تشریح کرده، میگن که بیتا لاکتام یعنی انتیبیوتیک های بیتا لاکتام با چی وصل میشون؟ با پی بی پی پروتین، یعنی پروتین بایندینگ پنسیلین بایندینگ پروتین های اینا چی میشدن؟ وصل میشدن. این بیتا لاکتاماز یک انزایم است. میبخشین در سلاید قبلی ما در باره اشتباه شدی قسمت که ما در مورد پی بی پی باید گپ میزدیم، یعنی پروتین بایندینگ پنسیلین ها باید گپ میزدیم، که این پروتین بایندینگ پنسیلین ها در این قسمت قرار دارن، یعنی این باکتری میایه با اینا به شکل وصل میشن و انگامی که با اینا وصل شد اینا را نهی سنتز میکنه و این بیتا لاکتاماز را که جا گفتیم این باز یک انزایمی است که باز اینا را خود باکتری تولید میکنه و این باز سبب میشه که علقه بیتا لاکتامی که در آنتی بیوتیکاس او را تخریب کنه و اجازه نده که آنتی بیوتیک تاثیر کنند. خیلی آمدن بیتا لاکتام ها با پی بی پی یا پروتین بایندینگ پنسیلین ها اینا چی شد؟ وصل شد. بعضی از پنسیلین بایندینگ پروتین ها فعالیت های ترانس پپتیداز اکتیویتی دارن. ترانس پپتیداز اکتیویتی از اسنشال اند سل وال، یعنی اساس سنتز دیوال حجروی خیلی خود چی بودن؟ امو ساختن سل وال می باشن. پس وقتی که انتیبیوتیک ها آمدن با امی پی بی پی که دیگه نشان داده شده یا پروتین پنسیلین بایندینگ پروتین ها که آمدن دیگه وصل شدن، اینا بالاخره سبب از این میشدن که انهیبیشن سنتز دیوال حجروی یا نهی سنتز دیوال حجروی میشن. وقتی که دیوال حجروی نهی شد به این شکل به شکل
بزرگ نمایی شده برای ما نشان داده که به این شکل حلقه هایی که اینجا وجود داره، این حلقه ها تخریب شده و شکستگی پیدا کردن. وقتی که حلقه ها شکستگی پیدا کرد و تخریب شد، یعنی دیوال حجره باکتری ها ساخته نشد و باکتری ها توانای مقابله با آنتی بیوتیک ندارن و اینا چی میشن؟ تخریب میشن. خب به صورت عموم باکتری های گرام مثبت دارای دیوال حجره ای بوده که به آسانی توسط پنسلین ها تخریب میگردن. خیلی باکتری های گرام مثبت هم دیوال حجره ای شانه پنسلین ها به آسانی تخریب میکنن. فرقش باز به شما میگیم که از گرام منفی چرا به آسانی تخریب نمیتونن و سبب عدم موجودیت مقاومت این باکتری ها به این گروه آنتی بیوتیک حساس است. پس اینا چون دیوال خارجی یا اوتر ممبران ندارن، آنتی بیوتیک ها میان بالا اینا تاثیر میکنن یا را تخریب میکنن به آسانی. پس ما میتونیم بگیم که پنسلین در برابر باکتری های گرام منفی گرام مثبت حساس یا سنسیتیو میباشن. خب مایکرو ارگانیسم های گرام منفی را میبینیم. مایکرو ارگانیسم های گرام منفی قبلا هم گفتیم اینا دارای یک اوتر ممبران یا غشای خارجی است که او غشای خارجی از اینا گفتیم که لیپوپروسکاریدی است که سبب پوشانیدن چی شده؟ دیوال حجره باکتری ها شده و به شکل یک مانع در مقابل آنتی بیوتیک های منحل در آب عمل میکنند. پس ببینید این قسمت یک قسمت سعی کنین یک اوتر ممبران داره، یک اوتر ممبران از اینا طبقات پایینشان را پشت کرده، آنتی بیوتیک ها نمیتونن با آسانی از اینجا عبور کنن یا این را با آسانی تخریب کنن. پس گرام منفی ها در برابر آنتی بیوتیک ها بعض اوقات از خود مقاومت نشان میتن، یعنی آنتی بیوتیک ها نمیتونن بالای باکتری های گرام منفی تاثیر کنن. دیگه گفتن درباره حلقه بیتا لکتام که حلقه بیتا لکتام گفته در ساختمان پنسلین هاستند، در ساختمان سفالوسپرین هاستن، مونوباکتام هستن، کاروپینم که نور همش میخوانیم و باکتریال تارگت دس رینگ تو گینس رزیستنت. باکتری ها چی کار میکنه؟ همین حلقه را، همین حلقه بیتا لکتام که از اینجا ایرا هدف میگیرن تا ایرا تخریب کنه. وقتی که تخریب شد در برابر آنتی بیوتیک اینا چی میشدن؟ رزیستنس یا مقاوم میشدن، یعنی ما مقاومت پیدا میکنه و می آنتی بیوتیک تاثیر نمیتونه که قبلا دیگه با شما گفته بودیم این دی قسمت که بیتا لاکتام هستن. بیتا لاکتاماز یک انزایمی را ای باکتری ها تولید میکنه به نام بیتا لاکتاماز که این بیتا لکتام ها سبب میشه که همون پنسلین، همون قسمت حلقه بیتا لکتام پنسلین ها را تخریب کنه و حلقه بیتا لکتام پنسلین ها هنگامی که تخریب میشه باکت اینا نمیتونن که جاگزین از این پی بی پی یا پنسلین بایندینگ پروتین ها شوند و نمیتونن که دیوال حجروی را از بین ببرن.